آقای مهندس، به هر حال روز آخر دولت هست و شما هم به هر حال یک دوره وزارت رو طی کردید و تجربهش رو داشتید. برنامه‌ای بود که در این 4 سال بر زمین بمونه، چیزی که می‌خواستید انجام بدید و نشد. به چه دلیل و پیشنهاد و راهکارتون چی هست برای دولت بعدی توی همین حوزه؟ گفت یه معلمی می‌خواست از دانشجوهاش یا دانش آموزاش آخر سال امتحان بگیره، گفت که یک سوالی بیشتر نداریم، اوپن بوک هم هست، هرچی از اول دوره تا آخر دوره یاد گرفتید و در همین صفحه بنویسید و خلاصه کنید تحویل بدید. خب طبیعتا هر وزیری یه تکالیفی داره که اسناد بالادستیشه، یک شیوهی داره برای رسیدن به اون اهداف ترسیم شده ای که دولت و مردم در زمان انتخابات قول داده و در واقع اولویت هایی برای سیاست‌گذاری توی حوزه خودش داره که طبیعتا اونو پیگیری میکنه. ما مفصل اینا رو مکتوب کردیم برای دولت بعد که چه کارهایی بوده، چه کارهایی انجام شده، چه کارهایی هم مونده و چه کارهایی هم که مونده دلایل تأخیرش چیه و آسیب شناسی این که آفات مسئله دیدگاه ما چی بوده و چه ما مشکلاتی داشتیم. مهمترین مشکلی که ما توی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات متناسب با شاخص‌های توسعه‌ای که داشتیم پیش نرفت، بحث اینترنت خانگی بود که مهمترین گلوگاهش هم انحصار مخابرات ایران بود که حالا در هر صورت در 3 ماه آخر دولت بالاخره این مصوبه رفع انحصار به مجلس ارسال شد. امیدواریم که این در مجلس تصویب بشه. هیچگاه داکت به مخابرات ایران واگذار نشده بوده، بلکه تحت تصرف اونا بوده، قابل واگذاری نیست. ان شاءالله در دولت بعد این مجلس اینو تصویب کنه، برگردونه و راه رو برای وزیر بعد برای توسعه ارتباطات اینترنت پرسرعت خانگی که ما نسبت به شاخص‌های جهانی عقب‌تریم رخ بده. این در دولت قبل، حالا شما مصاحبه آقای دکتر تقی‌پور هم برید پیگیری بکنید در سال 89 تا 91 92 مجموعه اقدامات رو بخونید، اونها موفق نبودن. در دولت اول آقای دکتر روحانی هم آقای دکتر واجدی خیلی تلاش کردن، ما هم در دولت دوم خیلی فشار آوردیم، این که تعدیل کردیم، از فیبر نوری رفتیم رو وی دی اس ال که سرعت بره بالا. مون تا خب این مشکل بزرگ خصوصی سازی اگر برطرف نشود، کشور در حوزه اینترنت خانگی توسعه پیدا نخواهد کرد و ان شاء الله این مهم اتفاق